خوش اومد به یه ویدیوی جدید. همونجوری که میبینید بچه ها، اومدیم با یه ویدیو نوروزی. همونجوری که تو ویدیوی قبلی تو کانال ما دیدید، چیدمان هفت سینمونو ساعت یادمون رفته و دیدی اون روز بهتون گفتم بچه ها بگید که از من تو کامنت ها ما چه چیزی رو کم گذاشیم، ساعت بعدن یادمون افتاد که ساعت رو نذاشتیم. چهارشنبه سوری گذاشته الان؟ بله دیگه، اون هفته چهارشنبه سوری بود. اینو ما چهارشنبه سوری هم نگرفتیم. خب بذار ببینم ساعت چنده. ساعت 9:30. فکر کنم تقریبا یک ساعت دیگه سال تحویل باشه. الان دوستان میگن بابا ساعت نزدیک 1 شب سال تحویله، چرا شما میگید یه ساعت دیگه؟ خب ما ساعتمون با ساعت ایران تقریبا دو ساعت و نیم اختلاف داریم. به خاطر همون به ساعت ما تقریبا یک ساعت دیگه سال تحویله. ما زودتر اومدیم به خاطر همون، گفتیم که هم یه خورده با شما صحبت بکنیم، درد دل بکنیم، بچه‌ها صحبت کنن، آرزوهاشونو بگن، برای هم دیگه دعا بکنیم. آرزو؟ آرزو دلت بگم. آها نمیگی؟ خب تو دلت نباید بلند بگی، همیشه باید توی دلت بگی، چون که برآورده نمیشه بلند بگی. پس ما از بعد یه تو دلم میگه. تو مال چی میگردی؟ چی؟ تو نخه. نه اون فیلتره. فیلتره این چی بود اسم اینا؟ گرسوز. گرسوز این فیلتره، اینجا نفت میریزیم توش. خب نخه. خب دیگه اون نخه نفتو میکشه بالا روشن میشه. ببین. چرا رفته پایین؟ رفته پایین. شام اون شم بگاه که اون شم هم نخه دیگه میسوزه. اینجوری که بچه ها همه میدونید سال 1401 خیلی اتفاقای خوب بعد همه جوره افتاد واسه ما. البته همه سالا همین جوریه، یه سری اتفاقات خوب میفته، یه سری اتفاقات بد میفته، ولی در کل همش خوبه. همون اتفاق بعدا هم همشون ختم به خیر میشه و آخر سر اتفاقای خوب رقم میخوره، قویمون میکنه اتفاقا. آره مثلا ما سال جدید 1401 یکی از خوبیاش این بود که قشنگ روز اول عید ما وارد این خونه شدیم. چه سالی بگید؟ عید میلادی بود ما وارد این خونه شده. آره بچه ها تیه ما دو تا عید داریم اصلا قاطی کردم. اون طرف هم کادو داریم. بچه ها براشون امسال همچون که تو ویدیو گفتیم کادو گرفتیم. خیلی حالا ستایش هیجان داره. به ستایش اون سری تو خیلی امسال خوش به حالت شده. الان عیدی داری میگیری کادو. سه روز دیگه هم تولدشه. کلی کادو هم خواه. چه شیرین زبون بخورم. چهار روز دیگه. بچه هم اینه چند ساعت الان واسه تا شیرین زبون بخورم. بعد تولد ستایشم عموجوری که خیلی از دوستام خبر دارن سال قبلم بله تولد بهار خانمه. البته دو ماه میمه کمتر میشه. نه دو ماه. دو ماه میشه؟ مای اولای مای. ستایش ظاهرا خیلی هیجان داره برای کادوش. ما دو تا کادو بعد از اول گرفتیم. آره یکی یه دونه رو الان باز میکنم. همونجوری بچه‌ها تو ویدیو قبلی تو کامنت برامون نوشتن. حالا ببینیم کیا تو کامنت نوشتن درست نوشتن. خبر بکن. این چی؟ آه پرفیوم. یکی پرفیوم. اون عطر. چرا عطر یک بوی یکی؟ گفتم یه وقت مشکل ساز نشه. نشه آره مثلا بهتره این یکی خوش می‌تره. گفتیم دو تا تو یکی چای سیل لاک پشت داره روش. آره بوش خیلی خوبه. ما اینو قبل از اینکه برای مردای گرفتیم. نه ما قبل از اینکه این عطر رو برای اینو بخریم یکی دو روز قبلش رفته بودیم تو فروشگاه تست کردیم اینو روی لباسم ولی نخریدیم. بعد که اومدیم خونه تا دو روز بعدش هنوز بوی این عطر رو لباس من بود. بعد دوباره که رفتیم پیشنهاد دادم به دروش گفتم که این عطر خیلی خوبن. بوشم موندگارش بالاه. بیا حسام یه براشو هر دو تورم از یه مارک بگیریم. بوش اساسا اومد. آره بوش اومد. بوش اومد. مثلا عطر شیکی تا حالا نداشتن تو زندگی. اوی خود از این وقت عطر شیک برات میخرم. خب میخوام در مورد نماد این هفت سینی که چیدیم بخونیم یه چند تا کای کوچیکو هم برای بچه‌های خودمون که نمیدونن خیلی هاشوی. البته خودمون هم خیلی چیزاشو نمیدونستیم که نماد چی هستن. آره اگه میتونی راه ببین فقط تیکای اولشون اوکی. که نوشته توضیحاتشو خیلی اوکی. زیاده وقتم گرفته میشه. اوکی. اول میریم سیب. سیب نماد سلامتی، تندرستی و سبز نماد ازدواج. نه نماد حیات و شادابی میباشد. سمنو سمبول خیر و برکت است. سمبول سمنو چی گفتم؟ سمبول من هم معذورش نماده اشو نخوندم خب آخر سرکه
سب کن، سرک نماد جاودانگی سیر، سمبول احوار و مزدا و نمادی و نمادی از تندرستی و سلامت. نه بچه، سیر برای اینه که وامپیرا نیان بیان، اون وامپیرا از سیر بدشون میاد، همیشه خراب میکنن. وامپیرا اینه که در نیلی دار خون میخورن، خوناشما از سیر بدشون میاد، سیر یه جا باشه فرار میکنن میرن. خب کجا بودم؟ سکه. سکه یکی از نمادهای رزق و روزی است. رزق. خب من از کجا نمیدونم رویا یا روه. آره دیگه. نه. بهت میگه که یاد بگیری. سما نماد چاشنی، شادی، سر. چی؟ چاشنی. نماد چاشنی، شادی و سر و استقامت سماق است. سنجد با دو نماد در میان افراد شناخته می شود. نماد عشق و دلباختگی می دانند. عمل خونده دیگه. تخم مرغ. تخم مرغ هم بگو. تخم مرغ نماد زایش و تولد است. آینه نذاشید. آینه مونین ها دیگه، زیر هفت سین مونه. آینه نماد شفایت و پاکی. ماهی نذاشتید؟ نه، ماهی رو امسال نگرفتیم برای اینکه زود میمیرن، صدش ناراحت میشه. ما نگرفتیم. خب حالا ماهی نماد تازگی و تکاپو است. دیوان حافظ نذاشتیم؟ دیوان حافظ داریم تو انباره، دیگه حس نداشتم، گفتم تو اینترنت دم دست هست. نون نذاشتیم؟ نه نون نذاشتیم. خب ببین اینجوری دیگه، نبات و شیرینی. نبات و شیرینی سمبل اینه، همه چیزی بخوام بذاریم دیگه است و تمام. بعضی من تا زیدیم اسفند هم میذارن، حالا مثلا دیب سلقه های خودشونه دیگه اضافه میکنن، ولی اصلش همین چند تایی که حالا ما گذاشتیم و بقیه هم میذارن. خب بچه توی این مرحله میخوام یه فال حافظ بگیرم، هم شماها هم خودمون. یه نیت کنیم، توی گوگل هستش، بعد یه متنی رو اینجا نوشته که ما این متن رو میخونیم، بعد اینجا زده اشاره کنید، یعنی ضربه بزنیم، بعد برامونست که فالو میاره. حالا شما نیت کنید توی خونه همین الان که و شیرینی بخوره. آره منم الان این کار انجام میدم. بهش بزنه نیت کنید. چی بگم؟ هیچی دوسته. خب ای عزیز، اقبال و بخت به شما روی آورده، شاهد موفقیت را در آغوش گرفته اید و پیروزی های بیشتری نیز در انتظار شماست. به دست آوردن موفقیت کار آسانی نیست، ولی سخت‌تر از آن نگه داشتن آن استمرار موفقیت هاست. اسرار خود را به هر کسی نگوی. اسرار خود را به هر کسی نگوی. اسرار خود را حتی به مادر خود به هر کسی نگوی و فقط پدر مادر خود را از اسرار خود آگاه سازید. به حرف کسانی که خورده گیری کرده و ایراد میگیرن توجهی نکنید، پیروزی با شماست. واقعا فال عالی و درجه یکی، خیلی عالی، همش خوب بود. ببین خب یعنی چی زده بود؟ هیچی گفته که امسال سال خوبیه، پربرکتی، موفقیت میاد سمتتون. بعد میگه موفقیت کار آسونی نیستش، مثلا دستیافتنی بهش میرسی، ولی سخت‌تر از اون اینه که بتونی استمرار داشته باشی، یعنی اون موفقیت رو حفظ کنی و تو یه پله نیای یه موفقیت بعد دوباره افت کنی، خب همیشه اینو حفظش کنی رو به بالا. بعد اینم که گفته اسرارتو فقط به پدر مادرت بگو، نه رو به دوستات تو مدرسه بگو. بعد اینجا هم گفته به کسایی که خورده گیری میکنن توجهی نکنی. اینم بچه ها فال هممون، تقریبا دو دقیقه کنم مونده به صاف کردید. مهر تابناک ایران زمین. این چیه؟ گوش بده. گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین، روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین. ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر، برترینش کن این گاه و این زمین. سلامت لحظات ملکوت. سلامی شد عیدتون مبارک. بس سه چهار دوره سه تایی سه باره سه باره چی؟ سه باره دیگه ما این در این آره ایرانی ها سه بار بوس میدن. بوس بده بابا. ای بابا رو نمیتونه بوس کنی. بوس بوس یه دونه تو بری سه بار بوس کردی. بوس شده بهار بوس الان ماله میشه در آغوش هم دیگه. خوشو بریم حالا عید دیدنی عیدی بگیریم. بریم عید دیدنی. بریم عید دیدنی یا اولی عید دیدنی. اوه
دست شما درد نکنه. این اولی عیدیمونه. چرا تو عیدی گرفتی مگه بچه کوچولو؟ مگه حتما بچه ها عیدی میگیرن؟ دوستان واسه هم بنویسید تو کامنت ها بگه حتما بچه ها عیدی میگیرن. نه بزرگا هم عیدی میگیرن. فقط عشقمون این بود که عید بشه عیدی بگیری. وای از این فامیلای بدم میاد که میره خونه شون عیدی میگیرن. خب دوستان امیدوارم که سال خوبی رو شروع بکنید شما در کنار خانوادتون با کلی اتفاقای خوب و هر چی که آرزو دارید بهش برسید. این هم از لحظه سال تحویل ما. سعی کردیم اون چیزی که در واقعیت و بی کم و کاست هست برای شما ویدیو بگیریم ضبط کنیم و به اشتراک بذاریم. امیدواریم که لذت برده باشید لحظاتی رو در کنار ما. این وسایل ها همش بهونه است. اصل کار اینه که دور همدیگه جمع باشیم، شاد باشیم، خوشحال باشیم. حالا ما متاسفانه خانواده همون دیگه اینجا نزدیکمون نیستن، خودمون هستیم. ایشالله که همه خانواده ها زودتر دور همدیگه جمع بشن و بتونن روزای خیلی خوب و شاد داشته باشن. همینطوری هم سال 1402 رو به همه تون تبریک میگم. بچه ها بازم میگم آرزوهاتون رویاهاتون رو دنبال کنید، فراموش نکنید، انقدر دنبال کنید تا بهش برسید. همه آرزوها دستیافتنیه، بهش میرسید، فقط باید باور کنید، دنبال کنید. و امیدوارم که توی 402 هممون با همدیگه رو به سلامتی، پیشرفت و اتفاقای خوب برای هممون رقم بخوره. یه ذره جملاتش چی شد؟ پس و پیش شده. 402 کیه؟ الان 402 سال شمسی حساب میشه، میلادی نیست بچه. همین جوری سال و ماه و تاریخ براش پیچیده هست. حالا دیگه بیا بگو شمسی میلادی. نه اون 2022 برای میلادیه. 402 اروپاییه. آره 402 سال شمارش ایرانه. خب ایران. آره فرق میکنه دیگه ایران همه چی فرق میکنه. چرا همه جا یه جا چی ندارن؟ بعد اتریش میلادیه، سالش فرق میکنه. 2023 چرا کل آره کره زمین یه سال نداره؟ خب اینم بود عیدی ما به شما دوستای عزیز. عیدی ما نه عیدی دادیم به دوستای عزیزمون، این ویدیو رو تقدیم کردیم بهشون. بچه ها سال خوبی داشته باشید و آره آرزوهاتون رو دنبال کنید و چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. توی کامنت ها بنویسید خوشحالید که عیده و میرید عیدی میگیرید. من فوت کنم نزدیک تولدمه. فوت کنم نزدیک تولدمه. بچه ها توی کامنت ها هر چی که دوست دارید بنویسید، با عشق میخونیم، جواب میدیم و بازم مثل همیشه شما رو میسپاریم به دستان مهربان خداوند. خدافظ. شادتونی عاشق 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 عاشق.